سلام بچه ها، به یوتیوب من خوش اومدین. اسم من مدگله که یعنی دختر دیوانه. این ویدیو اولین ویدیو از یه سری ویدیوها هست که هدفهای آموزشی داره، راجبه چیزایی که تو ایران راجبش نه مدرسه صحبت میشه نه سورس درستی صحبت میشه. حالا نمیگم من بهترین سورسم، اما من میتونم خب چیزایی که اطلاعاتی که دارم و در اختیار شما بذارم و شما خودتون میدونین که با اون اطلاعات چیکار میخواییم بکنین. تاپیک ویدیوی امروز LGBTQه که یعنی lesbian, gay, bisexual and transgender. اگه از اینستاگرام اومده باشین اینجا میدونین که من یه ویدیو گذاشتم، یه استوری گذاشتم که میخوام ساپورت بکنم LGBTQ رو و در جوابش خیلی فوش گرفتم، خیلی ریاکشن های بیش از حد و اکستریم گرفتم و ازتون پرسیدم میخواین روی یوتیوب اینا رو بخونم دی ام رو و جواب بدم و با هم بخونیم، گفتین آره. دایرکت مسیجی که گرفتم دو حالت بود، یا خوب بود که خوبه، یا بد بود که بدا فوشه، همش فقط فوشه. فقط چند تا از اینا رو براتون میخونم که احساس میکنم از روی اون دی ام ها با جواب دادن به اون دی ام های فوش و حالا مدل های مختلف میشه یه چیز مثبتی در آورد، یه آموزشی باهاشون داد. از ساپورترهای LGBTQ و از افرادی که توی LGBTQ هستن خواهش میکنم که این ویدیو رو ساپورت کنین، چون باور کنین و میدونم که میدونین که قراره خیلی فوش بخورم و برای اینکه بتونیم این وزنه رو یکی نگه داریم باید این بار ساپورترها هم وزنه خودشون رو اعمال بکنن. اوکی، بذاریم این ویدیو رو اینجوری شروع کنم که بگم که من میفهمم که چرا خیلی ها نسبت به LGBTQ مخصوصا گیا خیلی گارد دارن، خیلی اشتباه فکر میکنن. به هر حال جامعه هست، مادر پدر هست، فکرایی که آدم باش بزرگ میشه هست که بعضی موقعا ما این فکرها رو سکند گس نمی کنیم، یعنی فکر نمی کنیم که آیا این فکر من درسته، چه تأثیری داره این فکر من، داره چی کار میکنه این فکر من، و چون باش بزرگ شدیم خب تا ابدا باهاش میریم جلو. خیلی ها بدون اینکه بدونن به صورت ناخودآگاه یه سری چیزا باهاشون مونده، یه سری تعصبا، یه سری حالتای دوگم، یه سری تغییر ناپذیری ها. من میخوام که ماها دوباره فکر بکنیم به اینکه این فکر چرا اومده، آیا درسته که هست یا آیا درست نیست که هست، بعد تصمیم بگیریم که آیا میخوایم نگرش داریم یا نه. من میخوام یه داستانی رو براتون تعریف کنم از دوستم که این دوستم جزو LGBTQه و دوست من یه دوست گی داشته، یه پسری بوده که گی بوده. اینا یه روز با هم بیرون بودن، یه سری آدم، یه سری پسر دیگه که جوون بودن میان شروع میکنن اینا رو اذیت کردن. از زبونی که خودشون استفاده کردن استفاده میکنم که یه زبون رایجه که خودتونم خیلی میشتوین، شاید خیلیاتونم استفاده میکنن که او بچه کول، او دوست داری، او بی دوست داری، اینو دوست داری، اونو دوست داری، تو که کولی، خوشت میاد. این بچه رو میگیرن با یه چوب بهش تجاوز میکنن و این کار رو انقدر با فشار و فورس انجام میدن که این بچه فوت میکنه جلوی چش دوست من که دوست منم لزبیان بوده و این بچه بهش تجاوز میشه، فوت میکنه و اونجا میکشنش، قتل انجام میدن با این داستان. شما خیلیاتون هیچ وقت امکان نداره بتونین یا بخواین قتل انجام بدین، کسی رو شکنجه کنین، کسی رو آزار بدین، اما چیزی که نمیدونین اینه که با نرمال کردن یک سری چیزها، مثلا بد اومدن از گی ها، به همین سادگی که هر وقت اسم گی میاد میگم ای او بی ای، اتفاقی که میفته شما دارین اینو نرمال میکنین که اینا بدن. وقتی نرمال میکنین این داستانو یه اسپیس سیفی، یعنی یک ساپورتی رو دارین ایجاد میکنین برای آدمهای خطرناکتر و از شما بسیار بسیار اگرسیفتر که با خیال راحت یه سری کارها مثل همین چیزی که توضیح دادم رو انجام بدن. اگه این آدم ها احساس کنن که این نرمال نیست، اگه توی جمع یکی گفت او بی، یکی گفت ای من بدم میاد از اینا، همه چپ چپ نگاش کردن به جن که بخندن بگن حاجی آره منم هم همینطور، و نرمال این شد که ما نباید مسخره کنیم این آدم ها رو یا طردشون کنیم، یه جوری حرف بزنیم که انگار واقعا یک چیز خیلی بدی هستن. اون وقت اون آدمایی که واقعا ضربه های بیشتر هم میتونن وارد کنن، یه فشاری بر ضدشون تو دنیا وجود میاد، تو دنیای ما، تو ایران، چون میدونه کسی ساپورتش نمیکنه. اما وقتی ما از کوچکترین حرف ها رو نرمال میکنیم بر ضد این آدم ها، داریم به نوبه خودمون این آدم ها رو ساپورت میکنیم.
برو ما پشتتیم. شاید شما به لفظ اینو نگین که برو فلانی رو بکش ما پشتتیم، اما میگم این از شما شروع میشه، از بغل‌دستی شروع میشه. و حتی میگم وقتی دوستت میاد یه چیزی بر ضد اینا میگه و تو بهش میخندی به جای اینکه جلوشو بگیری، ما همه دست بر دست هم داریم میدیم که همچین ضربه رو وارد کنیم. و اینجاست که جهل و نادانی و ایگنور کردن یه سری حقایق و ایگنورنس داشتن دیگه چیزی نیست که بتونیم سرمونو بکنیم به زیر خاک بگیم نه خب من بدم میاد دیگه. این بدم میاد اومدن تو، بدم میاد دیگه دستی که داری در دست بقیه میدی که یک سری اتفاقاتی مثل همین چیزی که تعریف کردم بیفته. و این یه دونه چیزی بود که من تعریف کردم، هزاران هزار 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 میلیون ها اتفاق هست. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام بهتون یه سری ابزار بدم، یه سری اطلاعات بدم که براتون راحت تر بشه درک کردن این آدم ها و خودتون احساستون نسبت به این آدم ها، یعنی آدم های LGBTQ. میخوام اون دایرکت مسیجی که گفتم رو براتون بخونم. چیزی که خیلی بیشتر از همه بود اون تتلیسیا بودن که فقط فوش میدن. هر وقت خواستین فوش جدید یاد بگیرین، هر وقت خواستین واقعا ادب و شعور و دایره لغت زیبا و آزادی بیان و دموکراسی رو تجربه کنید، نظری راجبه تتلو یا کلاً مواجه شید با تتلیستی ها، همه رو یادتون میدن. میریم سر اصلا دایرکت مسیجی که این داستان رو شروع کرد، بتونم پیداش بکنم. ببخشید ولی اگه اینا برای شما پذیرفته شده است، چرا سادیست و مازوخیست نیست؟ من با افتخار مازوخیست جنسی دارم و بسیار از این رابطه لذت میبرم. بذارید همینجا نگه داریم تا بقیهش رو بخونم. اجازه بدید من مازوخیست رو تو گوگل بزنم و با هم معنیشو بخونیم و ببینیم که در چه کتگوری قرار میگیره. Sexual masochism falls within the category of psychiatric sexual disorders. یعنی چی؟ یعنی یک دیسوردره. معنی دیسوردر رو بخوام براتون بخونم. اجازه بدید. An illness that disrupts normal physical or mental functions. Illness یعنی چی؟ یعنی مریضی. مریضی که نمیذاره شما منتالی یا بدنی فانکشن بکنید. حالا اگه از منظورشون از مازوخیزم، حالا اینقدر اینتنس نبوده که منظورشون یک دیسوردر و یک مریضی باشه، میره تو کاتگوری فتیش. یعنی راف سکس دوست داری، حالا اینتنس دوست داری، SNM و و و، حالا تحقیر بشه یا هر چیزی. حالا قبل اینکه توضیح بدم بذارین بقیه DMشو بخونم. حتی اگه شما اونو منزجر کننده بدونین و بهش بخندین، من بهش افتخار میکنم. اگه گی یا لز بودن دست خود آدم نیست و نبوده، 100% اینم دست آدم نیست. 100% از کجا بردی؟ تحقیق کردی دکتری یا چی؟ پس چه فرقی داره دقیقا؟ بیاین جوابشو بدیم فرقشو. همونطور که با هم الان استبلیش کردیم، مازوخیست بودن یک دیسوردر سکشوال اگه خیلی جدی باشه، اگه نه منظورش حالا مازوخیست جدی نیست، فتیش میشه. فرق فتیش و مریضی با sexual orientation یعنی هویت جنسی چیه؟ هویت جنسی شما یک آدم استریت اینه که جذب میشی به جنس مخالف. هویت جنسی شما آیا یک مریضیه؟ نه. آیا یک فتیشه؟ نه. هویت جنس شخص دیگه که با شما متفاوته یک مریضی نیست و این نظر من نیست، نظر عباس آقا نیست، این یه چیز ثابت شده است. هیچ جای دنیا الان اینو مریضی نمیدونن جز آدمای دیندار بسیار دگمه بسیار تعصبی روی دینشون. یه سری دینا هست که اینو میدونن و یه سری انسان ها که بدون هیچ فکت و بدون هیچ علمی پشتش هست یه همچین اعتقادی دارن. مگر نه تو کشورهای جهان اول ازدواج جنس موافق هم قانونیه، پس یک مریضی حساب نمیشه. حالا راجع به فتیش صحبت کنیم. فتیش یه اکتیه که شما دوست داری انجام بدی به خاطر اینکه برات سکشواله. دو تا دلیل هست که ما فتیش رو نمیتونیم به سکشوال اورینتیشن یعنی هویت جنسی یعنی گی بودن، لزبیان بودن و و و ربط بدیم. یک، اینکه فتیش کاملا یه چیز سکشواله، اما هویت جنسی یه چیز سکشوال نیست. هویت جنسی شما دوست دختر دوست پسر گرفتن، ازدواج کردن، عاشق شدن، معاشرت کردنه، فقط تو تخت که نیست. فتیش پشت درهای بسته میمونه، اما هویت جنسی پشت درهای بسته نمیمونه. چون اگه یه پسری با دوست پسرش نمیتونه بیاد مهمونی، چون بهش حمله میکنن، چپ چپ نگاهش میکنن، ممکنه کتکش بزنن، ممکنه بکشنش، معلوم نیست.
کمه کمه کمش اینه که تحقیرش میکنه. شما اگه یه فتیش داری میری پشت در بسته انجام میدی، هیچکی نمیبینه، هیچکی نمیدونه، طرفت هم حالا اون فتیشو داره، تموم میشه میره پی کارش. درست میگم؟ این کوته فکری ما رو میرسونه که گی بودن، لزبیه بودن، ترنس بودن، بای بودن و محدود به سکس میکنیم و وقتی نگاه بهش میکنیم تنها چیزی که میبینیم سکسه. اما معنیش نیست که فقط اینه حقیقتش. اگه من یک لحظه با خودم فکر کنم که این معنی که به این داستان تو ذهنم دادم، این تصویری که ساختم، آیا واقعا محدوده به این تصویر یا آیا مملکتم، مامان بابام، دوستام اینو تو ذهن من کردن؟ اگه مثل یک انسان برخورد کنم، ما انسانیم، حق انتخاب داریم، توانایی فکر کردن داریم، توانایی تحقیق کردن داریم و کسی مجبورمون نمی‌کنه که تو ذهنمون داریم چی فکر می‌کنیم، خودمون تصمیم می‌گیریم. پس اگه من تصمیم گرفتم که اشتباه فکر کنم بدون تحقیق، بدون هیچی، حقیقت اون داستانو اشتباه من شکل نمیده. حقیقت داستان چیزی که دارم بهتون میگم. پس نه فتیش شما ربطی به هویت جنسی کسی داره، نه مریضی های شما. پس نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم. درسته؟ یه چیز خیلی دردناکی که اتفاق میفته اینه که الان دنیا داره به سمتی میره که همونطور که گفتم خیلی کشورها اصلا قانونی شده این داستان، خیلی مادر پدرها براشون جا افتاده است و رفتارشون با فرزنداشون، با دوستاشون، با انسانها تغییر نمیدن سر اینکه اون انسان با یک انسان دیگه پشت در بسته یا تو رابطه خصوصیش چی کار میکنه. اما ما هنوز که هنوزه تو سن ماها، اگه مادر پدر شما اینجوری بودن که تا گیم میبینن میگن وای الهی براش بمیرم، خوباشون میگن بمیرم براش، انگار مریضه واقعا، بعداشون که هیچی، اگه اونا این کارو میکنن یه چیزی، عهد دقیانوس بود، کل دنیا درگیر این داستان بود، من و تو دیگه اوکی نیست اینطوری باشیم، به خاطر اینکه حقایق بر ضد اون ثابت شده و دنیا به سمت جلو میره. دنیا به سمت جلو رفتن و موندن ما عقب از دنیا همه چی دست مملکت نیست، یه چیزیه که من و تو هم بهش کمک نمی‌کنیم. یه موقعهایی مثل این موقع اگه ما اینطوری پیش بریم، یعنی من و شما هم این تغییر رو ایجاد نکنیم، باز هم تو یه جای دیگه ما از دنیا عقب میمونیم. نه تنها برای خودمون بده، اما زجری که میذاریم تو زندگی این آدما که به ما هیچ کاری ندارن، این آدما از خونه طرد میشن. فکر کن مادر پدر تو رو از خونه بندازه بیرون، یه دیگه تو رو دوست نداره. چرا؟ چون تو گی، چون تو لزبیانی. اون آدمه که تغییر نمیکنه. مگه دوست صمیمی من برای من فرقی میکنه که اون تو تخت خواب با دوست پسرش چیکار میکنه یا تو رابطهش با دوست پسرش چیکار میکنه؟ نه، دوست من هنوز دوست منه، طرز فکرش همونه، مدل حرف زدنش همونه، همه چیش همون آدم است که من دوستش داشتم. اینکه جذب میشه به یه آدم دیگه به من ربطی نداره. پس این آدم رو چرا طرد میکنین؟ چرا اشتباه بهشون نگاه میکنین؟ چرا یه جور دیگه بهشون نگاه میکنین؟ کسی شما رو مجبور کرده نگاه کنید سکس داشتنشون رو، کسی مجبورتون کرده باشون سکس داشته باشین، کسی مجبورتون کرده باهاشون دوست بشین، از اینکه گفت اونا میخوان این کار رو به شما بکنن. پس چه فرقی با تو داره؟ شاید منم ببینم تو پشت در واسه چی کار میکنی اصلا چندشم بشه، شاید من خیلی از رفتارهای روابط شما رو تایید نکنم، اما آیا میام این بلاهایی که سر گیا میاد سر شما بیارم؟ نه. خاره تو چشم خودمون رو نمیبینیم، موی تو چشم یکی دیگر رو میخواییم دراریم. بذارین یه چیز خیلی مهم رو بهتون توضیح بدم که احساساتتون رو بتونین بهتر تفسیر بکنین برای خودتون. این که شما مثلا چندشت میشه سکس گیا رو ببینین یا لزبیانا یا هرچی، خوشت نمیاد نگاه کنی، اصلا چیز آنورمالی نیست، اصلا ربطی به هیت کردن نداره، اصلا لازم نیست blow out of proportion بشه، یعنی که یه چیزهایی دیگه ربط پیدا کنه. آدم گی هم سکس کردن تو دوست دخترت رو شاید چندشش بشه نگاه کنه، من شاید چندشم شه نگاه کنه. خیلی آدم ها هستن اصلا uncomfortable میشن، لذتی نداره برای چندششون میشه سکس بقیه رو نگاه کنن. این چیز عجیبی نیست، هیچ اشکالی هم نداره، اینو نرمال بدونید. اینکه اینو کش میدید و گندش میکنید و آدمه رو برمیدارین دیفاین میکنین، چرا؟ چون خوشتون نمیاد سکسش رو نگاه کنین، که نه کسی مجبور کرده، نه قرار انجام بدین، نه قرار نگاه کنین، اونجاست که به مشکل میخورین، که آدمه رو جاج میکنین با توجه به چیزی که اگه خودتون قرار بود روش جاج بشین شاید در جایگاه اون بودین. شاید خیلی از ما آدم ها که اینا رو جاج میکنیم، خدا هم نگاه کنه پشت در بسته چیکار میکنیم شرم کنه.
بیاین اینو نرمال کنیم که اوکی من خوشم نیاد از رفتار جنسی یکی، حالا چه گی باشه چه فلان فلان، اما همونجا تموم میشه این بحث، اونجا بسته میشه، تموم شد و قرارم نیست خوشم بیاد، قرار نیست اصلا بهش فکر کنم. به هر کیم گی را میره یا لزبیان را میره تو رو نگاه میکنه نمیخواد با کاری بکنه. مگه تو پسری هر دختری تو دنیاسو میخوای بپری روش؟ یا مگه دختری هر پسری تو دنیاسو میخوای بپری روش؟ مگه همه چی سکشواله؟ همه کس سکشواله برای شما؟ نه. چرا آنکامفتبل میشین یکی میفهمین چی میگه؟ اصلا نمیفهمم به ماها چه ربطی داره. یه نفر به من دیم داده بود خیلی خوشحالم تو داری این کارو میکنی، کاش منم میتونستم به یکی بگم هر وقت به زور ازدواج کردم بچه داشتم شاید یه روز به بچه‌م بگم. میدونین تو چند لول این موضوع ایراد داره؟ یک، به زور با جنسی که جذابیتی براش نداره ازدواج کنه، سکس کنه، بچه داشته، مثل اینه که یکی شما رو زور کنه بریم با جنس موافق سکس کنیم، همونقدر که بدتون میاد اونا هم بدشون میاد. این آدم به خاطر فشار جامعه، به خاطر فشار مامان بابا، به خاطر فشار یک مش آدم عقب مونده دوگم تعصبی میخواد بچه داشته، بچه رو بدبخت کنه. میدونین چقدر فشاره که پدرت یهو بیاد بهت بگه من گیم؟ این ببین به کجا رسیده. خب چرا؟ چرا؟ من اگه میتونم اینجا بشینم و بپذیرم و احترام بذارم به انتخاب یک شخص دیگه به همین سادگی مشکل حل میشه، چرا من نمیتونم این کار رو بکنم؟ میخوام ملت رو بدبخت کنم. چون فهم میکنی تبلیغه، مثلا گی شدن تبلیغه، الان همه میرن گی میشن اگه که یک بدبخت دیگه گی هست و مثلا ساپورت کنین یا کاری به کارش نشه بشین، مثلا ساپورت هم نمیخواد. ای نگین هوموفوبیک نباشین، معلومه که نه، مثلا کل داستان همینه، تو یا جذب میشی یا نمیشی، کسی نمیتونه تو رو زور بکنه، پس تبلیغی نیست. ای خدایا، یه دایرکت مسیج دیگه میخوام براتون بخونم. اسم ایشون زدبازی آندرلاین افراطی، خدا رو شکر فنای خیلی خیلی خوبی دارن دوستان همه، ببخشید این زبون رو به کار میبرم. فرهنگسازی برای اوبیا دیگه چیه؟ دوستش بازیه چیه در میارین آخه؟ بودن از اساس غلطه. حالا دوست پسر شما در خفا آمارش در رفته، دلیل نمیشه بیای عادی سازی کنی. بیاد از چند جهت راجع به این دی ام صحبت کنی. اولا که من چیزی عادی سازی نکردم، کشورهای جهان اولی موضوع عادی سازی کردن. میخوای مثل بقیه دنیا باشی به جلو پیش بری یا میخوای عقب پیش بری؟ دو، میخوام دقت کنی که فوش ها تو زبون ما، تو فرهنگ ما چی شده. اوبی یارو ترکه، یارو افغانیه، یارو خیکیه، این چیزا فوشه. هویت انسان ها، ظاهر انسان ها، کالچر انسان ها فوش شده. اینقدر که تمرکز رو این چیزا هست که یه موقع اوبی نباشیم، یه موقع لباس صورتی نپوشیم که به همون بگن اوبی، تمرکز میخوام ببینم آیا رو تجاوز هست، رو بچه بازی هست، همچین فوشی نمیشنم صبح تا شب بگیم. یارو تجاوز میشه بهش، خدا رو شکر طرز فکرش این شده که خب میخواست بهتر لباس بپوشه، میخواست اشوه کمتر بیا فلان، بچه رو میخواستن بهتر لباس سرش کنن. نه تمرکزی روش هست، نه بر ضدش چیزی هست، اما حواسمون باشه کسی LGBTQ نباشه، کسی گی نباشه، چون جامعه دیگه خراب میشه، در خطر میفتی. لطفاً عادی سازی نکنید همچین چیزیو. اما عادیه که بچه بازی رو پروموت بکنیم، این عادیه که بچه زیر سن رو، زیر 18 سال رو پروموت بکنیم خوابیدن باشون، این که اوکیه، تازه طرفداری کسایی که این کار رو میکنه هم میکنیم. واقعاً میخواید اینطوری باشید؟ واقعاً واقعاً فکر کنید، فکر کنید. یکی ازم پرسیده این جامعه خیلی وضعش خرابه، واقعا فهم کنی میتونی چیزی رو عوض کنی؟ بله، من 150,000 تا فالوور دارم تو اینستاگرام، از طریق این آدمای مهربون که منو فالو میکنن صدام به گوش بقیه هم میرسه. وقتی صدام به گوش آدمو میرسه، آدما شاید فکر کنن، شاید تغییر کنن، یا شاید جرأت پیدا کنن که اونا هم حرف بزنن. این آدم به اون آدم، اون آدم به اون آدم، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. همه چی از ما شروع میشه، همه چی در کنار هم بودن معنی پیدا میکنه. ما میتونیم اینو تغییر بدیم که توی جمع وقتی یکی گفت اوبی
همه چپ چپ نگاش کنن بدون که بهش بخندن. پس آره، اگه انسان‌های دوگ، انسان‌هایی که توی یک جامعه اشتباه بزرگ شدن، انسان‌هایی که اطلاعات درست بهشون داده نشده و کمک بهشون نشده، حالا که نشده نشده، اگه خودمون به هم کمک کنیم، اگه خودمون ذهنمون رو باز کنیم، نمیتونیم پیشرفت کنیم. حرف من در آخر اینه، چرا محبت رو پیش نگیریم و چرا انتخاب کنیم که شرارت رو پیش بگیریم؟ اگه یکی با یکی بخوابه آخرت به تو گیر نمیدن، اگه کار بعدی بکنه جهنمش رو تو نمیری، اما اگه تو درد ایجاد کنی واسه هر آدمی، آخرت به تو گیر میدن. چه اشکالی داره محبت رو پیش بگیریم، آدم ها رو بپذیریم تا وقتی که به ما و بقیه صدمه نمیزنن؟ اگه زندگی برای رشد ما نیست، پس برای چیه؟ برای چیه؟ خیلی آسونه که همه چی انداخت تقصیر بقیه، خیلی آسونه سر تو خاک کردن و برو خودمون نیاریم که نمیدونیم چه خبره، نریم دنبالش. از حقیقت تا حدی میشه فرار کرد، از خود تا حدی میشه فرار کرد. حقیقت به خاطر اینکه تو سرت تو خاکه یا دینای میکنی تغییر نمیکنه. حقیقت حقیقت میمونه. این مایم که تصمیم میگیریم برو خودمون نیاریم. امیدوارم تا جایی که میتونید، باز میگم، کسایی که ساپورت میکنید این داستانو، خواهش میکنم شیر کنید با بقیه. خواهش میکنم صدای من بدون شما صدایی نیست، صدای من بدون اینکه شما هم نقلش کنید صدایی نیست. مرسی که اینجا این گوش میدین، مرسی که شیر میکنین، مرسی ساپورت میکنین. و اگه کسی نظرشو تونستم عوض کنم تو کامنت ها خواهش میکنم بگین، خیلی اینسپیریشن خوبی برای بقیه میشه. تو اپیزودهای دیگه راجبه چیزای دیگه صحبت میکنیم از همین جنس. و خواهش میکنم سابسکرایب کنین. شما 100,000 تا 200,000 تا میان ویدیوهای منو میبینین، اما اینجا سابسکرایب نمیکنید. این زیر سابسکرایب کنید، اون علامت زنگر رو بزنین که وقتی ویدیو میاد براتون نوتیفیکیشن بیاد. یادتون باشه مهربون بمونید، سرتون تو خاک نکنید، فکر کنید به رفتاراتون و بیشتر آگاه باشید تا ناخودآگاه. خدافظ.